Avodoronu al comandonii riștei badminton, inac buzi seiumi finalieki dar corti iacum banakșa grifta și las dar uzi ohiri barzuri campionati mintakavi osio i marcazi uit ba badminton, ba dar ceam lasa șurum eșad, ipti do grui buzurgi dovaron davat care meșan, bo canam baroi bahodu dan dar acubati finali, care az dovaroneki dar guim مرحله های قبلی ما دوی ما میدیدیم شماره اونها هم که زیاد کرده شد به اون خاطره که این بازی بسیار حساس و مهم است هم در کنورها هم از پس خوب کرد دووران اینجا برای قضاوت درست کردن سفر بر شدن اکنون دعوت میشوند ورزشکاران که در این رقابت اشتراک میکنند یادآور میشم که شما این لحظه رقابت جفتی رو بین پسران میبینید که بین نورسانی تو 17 ساله در فینال این بازی صورت میگیرد. ورزشکاران دسته ایران سید محمد گلچین حسینی با همراهی اودیل صورتی بر مقابل ایبرای بایکن و کیریل تن از قزاقستان بازی میکنند. این بازی بسیار حساس و مهم است. این بازی فینالی است و بعد از چند لحظه خواهیم دید که با چی نتیجه رقابت مذکور جمع بست میشود. اینک بعد از معرفی ورزشکاران بعد از معرفی دوباره اکنون ورزشکاران هم معرفی میشوند سید محمد گلچین حسینی و اودیل صورتی بر مقابل ایبرای بایکن و کیریل تن از قزاقستان باید بگویم که ورزشکاران دسته قزاقستان در جریان روزی اولی برگزاری رقابت و همچنین در روزی دوم یعنی در نظر دارم رقابت های رشته دستوی رو خیلی خوب بازی کردن تا به فینال برآمدن اما اونجا در رقابت نهایی مغلوب شدن کیریل تن و ایبرای بایکن چند پیشتر از این مو ایبرای بایکن رو با همراهی داریا بریتکو و در رقابت فینالی جفتی آمیخته دیدیم که اونها بر ورزشکاران کشور ازبکستان کازبک محمدتوف و دیانا گرامو و پیروزی خود رو صاحب شدند اکنون باز در یک فینالی دیگر ایبرای بایکن اشتراک میکند اصلا ورزشکار واقعا بسیار با تجربه است ایبرای بایکن دیروز در دوری نیم نهایی برای بایکن با همراهی کیریل تن همدستش در دوری نیم نهایی توانستند پیروز شوند اونها بر ورزشکارانی ما در سه ست غلبه کردند اصلا جمالالدین سلیموف با همراهی محمد سعید سلیموف مقاومت بسیار جدی و ارزنده بر این ورزشکاران قزاقستان نشان دادند حتی ست یکم رو 21 بر 16 با غلبه خود جمع بس کردن اما در ستی دیوم با همین حساب و بعدا در ستی سیوم با حساب 21 بر 19 ورزشکاران ما ناکام شدند و از برآمدن به فینال محروم ماندند در دعوت خود حریف امروزه آنها یعنی سید محمد گلچین حسینی و اودیل صورتی در دوری نیم نهایی بازی که داشتند بر مقابل ورزشکاران کشور ازبکستان بود کازبک محمدتوف و سیفالدین مختاروف و آنها را به یگان مشکلی جدی 21 بر 10 21 بر 18 در 23 دقیقه تسلیم کردند و این ترتیب به فینال روی خود را هموار نمودند این ورزشکاران
اینک فرصت فرا می رسد تا اینکه بعد از چند لحظه ما و شما رقابت مهمترین فینالی رو در رقابت های رشته بدمینتون که در مسابقه منطقوی البته آسیای مرکزی صورت گرفته است از یک جو ببینیم و این هم بازی هست که اکنون انجام بخشی رقابت ها به حساب می رود چون عادت ما در مسابقه های سطحی بلندترین رشته بدمینتون می بینیم که ما از بیشتری از اونها با برگزار شدن این رقابت جفتی بین پسران خاتمه می یابد چون بازی اونها از هر جهت البته از دختران فرق کننده است و بر زمین صورت بازی شدتناکی آن در یک سطح بلند می باشد لحظه ای گرم کردنی بدن و تیار شدن به این بازی خاتمه هم یافت اکنون ورزشکاران جای های خود را اشغال میکنند و بعد از چند لحظه رقابت شروع می شود پرتوفتی اول را ورزشکاران قزاقستان باید انجام دهند این کار را ایبرای بایکن حالا می خواهد بسامون رسوند الکای در پرتوفت یکم خطا و امتیاز با سودی ورزشگران کشوری ایران نوشته شد اما بعدا شکوره امینیم اونها هم خطا کردن در نتیجه حساب یک بر یک است کیریل تن کمی با خطا روح میدید کمی سر و سیما شد در نزدی تور دیگر برا برابری با وجود اومد دو بر دو پای در هم ضربه ها رو اکنون چطور دیدید اجرا کرد عادل صورتی در نتیجه امتیاز از جانب اونها از خود کرده می شود خب اوت است اکنون بوسن برابری با وجود میاد سه بر سه این مراتب اکنون کیریل تن با خطا راه داده است در لحظه که چندان مشکل نیست اویستک توپ رو پرتوفت کردن لازم بود در ابتدا اما چطور دیدیم زمین اجرای پرتوفت همین گونه خطا به نظر رسید قبل از او همدستش ایبرای بایکن هم با همین گونه خطا راه داده بود بسیار ضربه های قوی دارد اودیل صورتی و چطور دیده است این ضربه قوی او باید برانده شود که پنج بر پنج شود حساب دیروز باید بگویم که سید محمد گلچین حسینی و اودیل صورتی در رقابت انفرادی با هم در فینال اشتراک کردند اونجا 21 بر 18 21 بر 11 اودیل صورتی غلبه خود رو به دست آورد یعنی قهرمان شد اکنون امروز در یک جایگی برای به دست آوردن پیروزی در رقابت های جفتی بین پسران اونها تلاش میکنند هفت بر هفت می شود با برابری ابتدای ست یکم رو پیش برده ایستادن ورزشکاران هر دو دسته خوب پرتوفتی انجام داده ای اودیل صورتی از منطقه مایشده کورتی حریف بیرون برومد اکنون چگونه زیرک و خوشیار است در همین گونه لحظه های حساس سید محمد گلچین حسینی در نزدی تور اوکلونه حرکت کرد و توانیست این امتیازی مهمه رو
بعد از سرش برد. خطای نواتی بسام از جنوبی ورزشگرانی قزاقستان به نظر رسید. حساب 10-8 است. یک ضربه دیگر از جنوبی کریلتن، اما چطور میبیند توپ به تور رسیده، از آن نگذاشت. با برتری جنبش میکنند. یک قسمی ستی اولی رقابت فینالی رو سید محمد، گلچین حسینی و اودیل صورتی. Рақобат ідемо ми бат. Давай, 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 вперед, вперед, вперед. Там подачі вот такі летять, їх треба забивати. Розслабся. در برابر اونه که بلوتر اشاره کردیم، اودیل صورتی ضربه بسیار قوی و محکم دارد. همچنین هم دستش سید محمد گلچین حسینی هم عیناً همین گونه بسیار موفق است. حسایت دسته قزاقستان باشد. این گونه ضربه ها رو بیشتری وقت ابرای بایکن اجرا میکنند، هم در رقابت های جفتی آمیخته و هم در رقابت های جفتی بین پسران. چطور میبینید؟ ابراهیم بایکن بیشتر ضربه های قوی و دقیق رو کوشش می نماید که انجام دهد. امتیاز 11 می خود رو صاحب شدن ورزشگران قزاقستان، 13-11 است. بلوتر گفتم که رشته بدمینتون خیلی بر وقت رشد رواج پیدا کرد در ایران. از این خاطر اونها تجربه زیاد دارند و ورزشگران خوب هم به وجود میرسونند که موفقیت این دسته رو اصلا تامین میکند. ولی در کشورهای آسیای مرکزی این رشته ورزش در آخر سالهای 90 و ابتدای عصر 21 رشد رواج پیدا کرد، گسترش پیدا نمود و ببسته. اگر به تاریخ تشکلیوبی رشته بدمینتون در توجیکستان عزیزمون هم توجه کنیم، پس میبینیم که این تنها در ده سال دومی عصر 21 اتفاق افتاد و نکترش از سال 2016. این طرف بیشتر به طور جدی میبینیم که در کشورمون برای رشد رواج بخشیدن این نمادی ورزش تلاش صورت میگیرد. در قزاقستان و ازبکستان اندکی بر وقت‌تر شروع شده بود، از این خاطر اونها کم و بیش گویم در زمینه مذکور پیش صفم هستم. ولی در جریانی روسوی اخری برگزاری مسابقه مذکور که با دیده استاده ما ورزشگران کشور ایران بر مقابل نمایندگان قزاقستان و ازبکستان بازی میکنند، اکثر بازی ها مست با برتری ورزشگران کشور ایران جمع شده است و کمان در کم حالت شد که آنها شکست خورده باشند. اصلا چون این حالت رو تقریبا ندیدیم، مخصوصا بین نورسانی تا 17 ساله ورزشگران کشور ایران برتری معین خود رو در برابر حریف دائم نشان داده ایستادند در بازی‌هایی که ما و شما آنها را شاهد شدیم. خطای نوبتی صورت می‌گیرد و اینجا چطور می‌بینید برای نویل شدن به پیروزی خیلی موفق شده ایستادند ورزشگران کشور ایران.
14 минут чози худро ба даст овардам да варзишгарони Қазоқистон ҳоло Кирилл Тен акнун бубинед дар ин гуна як лаҳзаи ҳассос ба чӣ гуна хато роҳ метиҳад 20 бар 14 ҳаст ҳисоб Аслан дар ҳамин гуна ҳолатҳо иштибоҳ лозим нест ва умуман варзишгарон бо чашмони пӯшида чӣ тавре боре ишора кардам бояд дар ин гуна лаҳзаҳо ҳаракат кунад Кирилл Тен зуд мехоҳад иштибоҳи анҷом додаашро ислоҳ кунад як имтиёз овард ҳисоб 20 бар 15 шуд аммо ҳоло имконият барои албатта бо ғалаба ҷамъбаст кардан барои дастаи эрон зиёдтар аст имтиёзи 21-умро ҳам соҳиб мешаванд ба ин тартиб 21 бар 15 сети якуми рақобат ба фоидаи варзишгарони кишвари эрон саид муҳаммад гулчин ҳусейнӣ ва одил суратӣ ҷамъбаст шуд онҳо тавонистанд дар ҷараёни пайти аввал ибрай байкен ва кирилл тенро бо анамин ҳисоб яъне 21 бар 15 таслим намоянд баъд аз чанд лаҳза сети дуюм шурӯъ мешавад ва он сет бисёр ҳалкунандаву муҳим хоҳад буд барои варзишгарони Қазоқистон агар онҳо тавонанд оҷо камубеш муқобилият нишон диҳанду пирӯзӣ ба даст оранд пас мо шумо идомаи рақобатро дар сети сеюм хоҳем дид агар ноком шаванд пас дар ду сет рақобати навбатии финалӣ ҳам ҷамъбаст мешавад сети дуюми рақобат бо партофти варзишгарони кишвари эрон шурӯъ шуд ва имтиёзи аввалро ҳам маҳз онҳо ба даст оварданд боз як хато аз ҷониби варзишгарони Қазоқистон ин маротиб ибрай байкен тӯбро аз тур гузаронида натавонист ин бозигзорӣ аз ҳама тӯлонӣ дар ҷараёни рақобати имрӯза бо иштироки ин варзишгарон буд ва дар ниҳояти кор имтиёзро варзишгарони Қазоқистон албатта ба даст оварданд аут ҳисоб 1 бар 3 мешавад инҷо акнун чӣ тавре болотар ишора карда буданд зарбаҳои бисёр қавиву дақиқ дорад ибрай байкен ва маҳз ҳамин омил ҳоло боис шуд то як имтиёзро ӯ боз ба имтиёзҳои қаблан ба даст овардаи тими худ зам намояд се бар се ҳоло ҳисоб партофт хато иҷро шуд аз ҷониби саид муҳаммад гулчин ҳусейнӣ ва ин лаҳза чӣ аут будааст воқеан ҳам имтиёз аз ҷониби
ورزشگران قزاقستان به دست آورده می شود، اما بعدا باز در حال اشتباه. انا این گونه خطاها در نزدی تور بیشتر گویم با نتیجه عمومی تاثیر رسان هستند، چون می بینید که بیشتر لحظه‌ای که به خطا رخ داده امتیاز رو به حریف داده این سودان ورزشگران قزاقستان منز در نزدی تور اتفاق می افتد. و این لحظه اکنون ببینید هر دو برابر جهیدند و بعدا باز هر دو راکت‌های خود را به کنار دیگر گرفتند، با امید یک دیگر شدند و این اشتباه است. البته بازی هماهنگ در این گونه لحظه لازم است که ورزشگران باید بدانند که به خطا راه ندهند. کیریل تن باز هم در این لحظه کمی به توجهی میکند. اصلا باید بگویم که کیریل تن در رقابت ها کمی ضعیفتر به نظر می رسد و روزهای قبلی هم این چیز مشاهده شده بود در قیاس با ایبرای بایکن. البته بعضن وقت یکدیگر رو گویم به یکدیگر کمک رسانید و اشتباه های یکدیگر رو پوشانیدن ممکن است، اما همین گونه حالت رو ما گویم در عمل و حرکتی ورزشکارانی قزاقستان کم تر میبینیم. حساب 8-8 میشود. اکنون برابری در ست دویم دوام دارد. ورزشکارانی قزاقستان خیلی خوب درک میکنند که این ست برایشان مهم است. اکنون اونها با پیش برامدند. 9-8. ده بر هشت نه. اکنون به خطا رخ میدهد سید محمد گلچین حسینی و ضربه های او هرچند ابتدا خوبتر به نظر می رسید، ولی در لحظه اخیر به تور برخورد. در نتیجه این امیل باعث بر اون شد که امتیاز 11 هم رو ورزشکاران قزاقستان به دست آورند. 11-8 نیمه اولی ست دوم رو به فایده خود جمع بس میکنند حالا نمایندگان قزاقستان. این مقدار اشتباه های گویم نظرور خیلی زیاد است از سوی ورزشکاران قزاقستان و چون تعداد آنها زیاد است مخصوصا در اجرای لحظه اولی پرتافت این به تاثیر نمونده ایستاده است به حساب عمومی رقابت. آوت می شود. 12-10 حساب. آوت. 12-11 می شود اکنون حساب و بس هم ورزشکاران ایران خواهش کرده استودند که توبی دیگری به آنها داده شد به آن خاطر که علاقه توبی قبلی فرسوده شده است. از منطقه اخیری کورت استوده می خواست ضربه را اجرا کند ایبرای بایکن، اما این دفعه او ناکام شد. اینجا چی؟ بسیار هم خوب به حدود تاونیست با افتیش احتمالی ولانی حریف در نتیجه آوت می شود. امتیاز با فایده ورزشکاران قزاقستان.
خیلی خوب اکنون ستی دویم رو پیش برده ایستادند. 14 بر 12 هلو حساب در ستی دویم. و طول دکه خیر اگر اهمیت داده باشد اکنون خطوها از سوی برای بکن در نزدی تور به نظر می رسند. نه با این رویش اکنون چه دوره میبینید پای در هم امتیازهای اخیر رو ورزشگران کشوری ایران صاحب میشن، برعکس نمایندگانی قزاقستان که اندک پیشتر افضلیت داشتن این همه برتری خود رو از دست دادن. اگر بازی هر دو ورزشگر در یک سطح نباشد واقعا مشکل میشود. با دسته در رقابت های جفتی آمیخته نتیجه ارزنده رو صاحب شدن. امکانات نوبتی رو خوب استفاده برد ایبرای بایکن و ضربه دقیقی و امتیازی 15 رو آورد. اوت اینجا اکنون اندکه ضربه قوی تر می رود حساب چطور می بینید 15 بر 17 شده استاد است. دو امتیاز پیشتر هستند ورزشکران کشوری ایران سید محمد گلچین حسینی و اودیل صورتی. 16 بر 17 می شود. در داخل بود افتشی ولان و همون طوره می بینید امتیاز رو ورزشکران ایران به دست آوردند. اینجا اکنون خوب ضربه زد کیریل تن. باز یک خطای دیگر اون هم در نزدی تور ایبرای بایکن این مراتب با اشتباه رو داده ایستاده است. اگر در ابتدای بازی با چنین خطاها بیشتر کریل تن رخ میداد پس در اخیر این گونه خطاها با اشتراک ایبرای تن با زیادتر به نظر میرسد و ورزشکاران ایران هم در نزدی تور با این گونه خطاهای جدی رخ داده ایستادند. زمین پرتفتی اول این اشتباه صورت گرفت که اودیل صورتی خطا کرد. امتیاز 20 خود را به هر حال لالا صاحب می شوند ورزشکاران کشور ایران و این لحظه بایست بران می شود که بسیار آهی گویم چکوره بکشند مربیانی دسته قزاقستان. آنها خیلی خوب درک کرده ایستادند که امکانیتی غلبه در ستی مذکور اکنون خیلی کم باقی مانده است برایشان. پای در هم ضربه های خوبه بود ولی آنها را سید محمد گلچین حسینی برمیگردند اما ضربه آخر به هر حال نتیجه آور شد. الله حساسیتی خاصه به نظر می رسد در اخیر. چندون تفاوت زیاد نیست. و ببینید که این امتیازی مهم به دست آورده می شود. حساب 20 بر 20 بینندگان گرامی. 20 بر 20 در اخیر آمده. الله برابری به وجود آمد. آیا در دو ست رقابت فینالی جفتی بین پسرانی تا 17 ساله در فینال جنبست می شود یا اینکه ما شما را ستی سیوم انتظار است؟ بعد از چند لحظه به آن جواب پیدا میکنیم و باز حساب الله 20 بر 20 است. رقابت اکنون ادامه می یابد تا لحظه که یکی از دسته ها دو امتیاز برتری به دست نیاورد. حساب این زمان 20 بر 21 شد به فایده ورزشکاران ایران. اوت می شود متاسفانه. ببینید در این لحظه بسیار حساس کیریل تن کار را انجام داده ایستاده است که باعث افسوس و ندامت زیادی مربیان و مخلصان و ورزشگران قزاقستان و خودی آنها می شود.
چندان مشکل نبود در همون حالت. تن و ضربه را به همون منطقه معین شده کورت روان کردن لازم بود. اما چی اشتباهی دقل؟ چی اشتباهی تأسف انگیز بود در فینال، در آخرین ثانیه ها وقتی شانس برای پیروزی در ستی دویم از دست نرفته بود و اون میتوانیست بویسی ایدومه یافتن این رقابت شود. اما کیریل تن کم سر و سیمه شد و ضربه را خطا روان کرد. به این ترتیب بینندگان گرامی رقابت سیمی فینالی در کورت دویم که بنقشه گرفته شده بود، یعنی در کورت یکم مزارت خاتمه می‌یابد. سید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی در دو ست توانستند ورزشکاران کشور قزاقستان ابرای بایکن و کیریل تن رو تسلیم نمایند و آنها هم در رقابت‌های مسابقه منطقوی چمپیونات آسیای مرکزی و بادمینتون بین نوروزان تا 17 ساله قهرمان می‌شوند که این پیروزی و موفقیت ورزشکاران مذکور رو با آنها و تمامی مخلصان و قماندان رشته بادمینتونی کشور ایران تبریک میگویم. اکنون دعوت کرده می شوند ورزشگران دیگری که در مسابقه مذکور اشتراک بسیار فعال داشتند. این گروه ورزشگران هستند که در رقابت های جفتی بین پسران اشتراک کردند. جایزه را باشد با اشتراکچیان وجید علی بچوری رئیس دپارتمان دوید بر رشد بدمینتون در فدراسیون بدمینتون آسیو تقدیم میکند. خب چطور میبینیم ورزشگران کشوری ازبکستان سیفیدین مختاروف و همچنین محمدتوف سازوار جوی سیوم شدن. میرانبک محمدتوف ورزشگران کشوری مو هم سازوار جوی سیوم شدند. اینها جهانگیر سلیموف و محمد سعید سلیموف میباشند. اونو با هم دیگر البته خوش تبارم هستند و در عموم البته اشتراکی بسیار خوبه در روزهای گذشته با اشتراک اونها در مسابقه های رشته بدمینتون به نظر رسید. سازوار جای دویم باشد ورزشکاران کشور قزاقستان میشوند. اونها در بازی فینالی مغلوب شدند، ابرای بایکن و کیریل تن. جای یکم را باشد سید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی از کشور ایران به دست آوردند. این کاتگوری نورسان تا 17 ساله است که در رقابت های جفتی بین پسران اینک جایزه ها به اشتراکچیان و بهترین های این مسابقه تقدیم می گردد. اکنون با شرف پیروزی سید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی سرود ملی کشور ایران صدا خواهد داد. دیگر پیروزی سید محمد گلچین حسینی و عادل صورتی را با تمامی البته حیات دسته ایران تبریک میگویم و کنم اونها در رقابت های جفتی بین پسران هنرنمای اولی نشان دادند.